درجه حرارت مناسب انبار زعفران بین 23 تا 27 درجه سانتیگراد رو شما در نظر بگیرید. سلام. امروز میخوام در رابطه با نقره کردن در کشت گلخانه‌ای زعفران نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید کشت زعفران به صورت گلخانه‌ای اهمیت خیلی زیادی برامون داره. در این کم آبی هایی که در کشورمون وجود داره این کشت برامون کشت مناسبی هست، به شرطی که تمامی روش های موجود در کشت گلخانه‌ای زعفران رو دانش فنی این رو ما بلد باشیم و بتونیم در واقع خوب کشت کنیم و محصول بهتری رو برداشت کنیم. اما قبل از کشت گلخانه یا قبل از نقره کردن نکاتی رو ما باید رعایت کنیم که نکات رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. البته چند مرحله داریم، مراحل رو دوستان سعی کنن که یاد بگیرن تا بتونن زعفران خوبی داشته باشن، کیفیت زعفران خوبی داشته باشن که در واقع محصول خوب، برآیند خوبی داشته و در واقع سود بیشتری رو برای شما حتما خواهد داد. قبل از اینکه به مرحله نقره کردن برسیم، پیش فرض این رو حتما ما باید دوستان رعایت کنیم، اینکه در خرید پیاز زعفران حساسیت هایی وجود داره که ما این حساسیت ها رو حتما باید رعایت کنیم. یکی بحث پیاز درشت زعفران هست. دوستان در خرید زعفران سعی کنید شما حضورتون حتما در محل خرید زعفرانتون یا فروشی که از طرف زعفرانکار صورت میگیره حتما اونجا حاضر باشید و زعفران خودتون رو از نزدیک بتونید ببینید و پیازهاشو دقیق بتونید بررسی کنید و مطمئن باشید که هیچ گونه عیب و ایرادی به لحاظ خرید وجود نداشته باشید. به لحاظ بیماری، به لحاظ آفتها، قارچ زدگی و همچنین صدماتی که خود زعفران در حین جمع‌آوری میبینه حتما باید اینها رو دوستان رعایت کنند. زعفران خودش یک دوره زمانی برداشتی داره. دوستان ببینید از در واقع اواسط اردیبهشت ماه تا اوائل تیر ماه دوران خواب حقیقی زعفران هست. حتما باید در این موقع شما خرید زعفرانتون رو در خرداد ماه انجام بدید، یعنی زمانی که زعفران خواب حقیقی خودش رو داره ادامه میده، و سعی کنید اون نکاتی رو در خرید که خدمتتون گفتم اونها رو دوستان حتما رعایت کنید. مورد بعدی بحث ارسال و انبارداری زعفران هست. دوستان ببینید وقتی زعفران رو، پیازش رو خریداری کردید، اینها در گونی‌های خاصی که باید حتما هوا واردشون بشه اینها ارسال میشن براتون، حتما باید یک انباری داشته باشید که بتونید زعفران‌های خودتون رو در اونجا انبار کنید. ممکنه 8 تن تا 10 تن شما خرید زعفران داشته باشید. موقع خرید حتما باید انبار مناسب رو با درجه حرارت و درجه رطوبت مناسب حتما باید این رو رعایت کنید. درجه حرارت مناسب انبار زعفران بین 23 تا 27 درجه سانتیگراد رو شما در نظر بگیرید و هر چقدر به 23 درجه نزدیکتر باشه این برامون خیلی مهم است که قوه رویش در واقع زعفران رو ما تحریک نکنیم که بتونن این پیازها رشد کنن. بحث بعدی در رابطه با رطوبت هست. وقتی شما این رو انبارداری کردید حتما سعی کنید که رطوبت لازم رو در انبار رعایت کنید. رطوبت بیشتری نباشه، رطوبت کمتر هم نباشه، بین 35 تا 45 و 50 درصد شما در انبارتون حتما باید رطوبت داشته باشید. مورد بعدی بحث تهویه هست. دوستان حتما یک تهویه در انبارتون باشه که بتونه هوای در واقع مرطوب یا هوایی که گازهایی که متصاعد میشه یا تنفسی که خود زعفران و پیازش داره انجام میده حتما این رو ما باید تخلیه کنیم. در انبارمون مورد دیگه که باید ما رعایت کنیم بحث جدا کردن در واقع کلوخ ها یا خاک ها و از این قبیل مسائل هست که باید حتما از پیاز زعفران اینها جدا بشن، یا پیازهایی که خیلی ریز هستن زیر 8 گرم هستن حتما اینها رو دوستان رعایت کنید. در خریدم عرض کردم خدمتتون حتما باید پیازها بالای 15 و 20 گرم باشن که بتونید محصول خوبی رو برداشت کنید. اینها در رابطه با مسئله انبار بود که شرایط انبار بود، حتما این رو دوستان رعایت کنن. آخرین موضوعی که در رابطه با انبار هست بحث ریختن پیازهای زعفران
بر روی هم و تلمبار کردن آنها بر روی هم است. سعی کنید این تلمبار کردن از 15 سانتی متر بیشتر تجاوز نکنه. ایجاد گرمازدگی میکنه و ممکنه در واقع خسارت بیشتری رو برای شما وارد کنه. پس اون بحث تجمع و تلمبار کردن و تراکم زعفران رو و پیازهای زعفران رو روی هم سعی کنن دوستان حتما رعایت کنن. اما چرا نقره کردن رو ما در کشت گلخانه‌ای زعفران انجام میدیم؟ دوستان ببینید، شما در کشت گلخانه‌ای زعفران نیاز دارید که رطوبت بدید، رطوبت خودتون رو بیشتر کنید تا از بدنه پیازتون این در واقع آب جذب بشه و بتونید شما گیاهتون رشد کنه. دوماً این که شما در نقره کردن سعی میکنید که تمامی خس و خاشاک اضافی رو از بدنه پیازتون جدا کنید و این جدا کردن ها نباید منجر به این بشه که پیاز شما کاملا لخت بشه. حتما باید یک لایه محافظی بر روی پیاز زعفرانتون، حتما باید اون بونه ها این لایه محافظ رو حتما باید داشته باشند. و مورد بعدی بحث جدا کردن دگمه پایینی زعفران است. این هم به صورت عملی من خدمت شما دوستان عزیز این رو نشون میدم. پیاز زعفران رو که مشاهده میفرمایید، نقره کردن رو خدمت شما دوستان عزیز من اینجا نشون میدم. همونطور که خدمتتون اعلام شد، یک لایه سطحی در واقع پیاز رو شما سعی میکنید که جدا کنید. این لایه سطحی رو جدا میکنید و این رو کنار میذارید و اینها یک لایه در واقع نهایی میمونه برامون که این حالت نقره کردن است. ممکنه در اینها ما آفاتی رو داشته باشیم، قارتهایی رو داشته باشیم، اینها در نقره کردن زعفران تقریبا از بین میره. مورد خیلی مهمی که در رابطه با نقره کردن هست این که شما بعد از نقره کردن نیاز دارید که اینها رو در واقع ضد عفونی هم بکنید و عملیات ضد عفونی رو انجام بدید که در ویدیوهای بعدی من عملیات ضد عفونی رو هم خدمت شما دوستان عزیز ارائه میکنم. خیلی راحت ما تونستیم که با یک حرکت اون در واقع پوشال اضافی بدنه زعفران خود و پیاز زعفران و بونه رو یا کرم رو در واقع برداشت کنیم. مورد بعدی گفتیم که دکمه انتهایی رو هم باید در واقع ما جدا کنیم که اینم اگر دوستان مشاهده کنن اینم دکمه انتهایی هست که اینم ما جدا کردیم، این دکمه رو جدا کردیم و اینم باید در عملیات نقره‌کاری زعفران حتما باید رعایت بشه که ما بتونیم در واقع پیاز زعفران خوبی رو جهت کشت گلخانه زعفران داشته باشیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در رابطه با عملیات نقره کردن زعفران داشته باشید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.